یا بشن؟ ببینید، به هر حال واقعیت این هستش که ایران مجبور بود زیر بار مسئله و برداشتن تحریم ها و یک موافقتنامه با غرب باشه. برای همین هم در داد و ستدی که در این دو سال خورده طول کشید که بالاخره این گفتگوها انجام بشه و به توافق برسن، شرایط زیادی رو قبلا هم آقای خامنه ای، هم دیگر دولت، هم رؤسای نظام گهگاه میذاشتن که ما خط قرمزمون اینجاست، خط قرمزمون اونجاست، ولی به هر حال نرمش های لازم انجام شد و خیلی از اون خط ها شکسته شد و هیچ اتفاق عجیبی هم نیفتاد و همه به هر حال به سوی این نکته رسیدن که باید این توافق برقرار بشه و توافق برقرار شده و واقعیت این هستش که اقتصاد ایران محتاج چنین توافقیه و اگر هم این توافق به هم بخوره دوباره اقتصاد ایران میتونه بیفته تو همون چاله‌ای که قبلا توش بوده و اصلا بسا که به راحتی هم نتونه از اون چاله بیرون بیاد و همچنان هم بمونه. بنابراین اینکه آقای خامنه‌ای این شرط و شروط ها رو گذاشتن در واقع به نظر من گویای یک واقعیت هستش که آقای خامنه‌ای کمتر موضع هایی میگیرن که ایشون رو در تنگنا قرار بده، بعدن راه تغییر یا به حساب به گونه ای تغییر بدن تو مسیرشون اگر لازم شد، شرایط لازم دونست که مثلا ایشون بتونه موضعش عقب نشینی، راه عقب نشینی، راه دگرگون پذیری و به فراتر از اون ایشون یک موضع تقدسی برای خودشون تأسیس کردن. بنابراین چون موضع ایشون موضع تقدسی است، خیلی مهم هستش که همیشه یک زاویه ابهام‌آمیزی رو داشته باشند که بتوانند یک روزی تفسیر متفاوتی از جملاتشون، از کلماتشون انجام بشه. این تنهاییشون نیستن، اولا در ادیان این مسئله خیلی واضح به طور وضوح وجود داره، جملات تعبیر پذیر هستش. بنابراین در آقای خامنه‌ای من فکر میکنم که این موضع رو برای این گرفته که اگر در آینده مسائلی پیش میاد، پیشبینی این رو بگه من کرده باشم. فراتر از اون ولی یه نکته مهمتر هست و اون این نشون میده که تضاد قدرت و تنوع قدرت در ایران خیلی بیشتر از اونی که من و شما ممکنه در ظاهر قضیه به عنوان اصلاح طلبان و اصول گرایان بگیریم. آقای خامنه‌ای خودش تحت این فشارهای نیروهای مختلف هست و بنابراین هر گوشه ای از زاویه کلام ایشون رو شما میتونید به ارتباط بدید که کدوم جبهه رو، کدوم جناح رو داره سعی میکنه راضی بکنه، آرام بکنه، بهشون امتیازی بده، امتیازی رو ازشون بگیره و امتیاز دیگری رو بعداً بهشون وعده بده. اون رو هم مینماید، وگرنه چرا اگر ایشون در یک موقع بلا منازع خیلی کاملی می بود، چرا مثلا قاطعانه یک تصمیم یک جگواره رو می گرفت و این رو هم میتونست بگه؟ برای اینکه خودشون هم گفتم طوری گذاشتن که به هر حال به عنوان رهبر کل کشور قرار میدن، رهبر تمام نیروها قرار میدن، ولی همه میدونیم که به هر حال ایشون خودش گرایش هایی داره، گرایشاش هم در موارد زیادی خودشون اعلان کردن، وقتی که مثلا در نماز جمعه معروف گفتن من تفسیر من از وقایع به آقای احمدی نژاد نزدیکتره تا آقای رفسنجانی، در مواقعی هم این موازی رو گرفتن. گرچه خود این موزر هم من فکر میکنم آقای خامنه‌ای اگر باز نگری بکنه ممکنه دید متفاوتی داره که آقای ضرورتی بود اون روز اینقدر مشخص مثلا راجعش صحبت بکنه. در عملشون موازیشون خیلی مشخص هست که میدونن گرایشاشون علاقهشون کجا هست، ولی اونچه که به هر حال میخوام بگم این هستش که ایشون برای خودش فرجه‌های باز میگذارن که بتوانن تحرک داشته باشن در آینده در با توجه به تحولاتی که ممکنه پیش بیاد. دوم این که تحت فشار نیروهای مختلف هستن که این نیروها کوچک نیستن، این نیروها در ضمن بی اقتدار هم نیستن. همین نکته ای رو که قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، امروز در مقابل چشم ایشون، در درست جایی که ایشون میخواد بیا صحبت بکنه و علی آقای لاریجانی که میخواد وارد سالن بشه، جلوی خدا مثلا این جمعیت شعاری بر علی آقای لاریجانی داده میشه، خیلی وحشتناکه. یعنی برای رئیس مجلس نشون میده که مسئله شوخی نیست. قبلا هم این مسئله در مقابل حجت الاسلام خمینی هم انجام شد، وقتی ایشون اومدن تو مقبره امام خمینی مثلا صحبت بکنن، همین مسئله به وجود اومد و این نشون میده که این نیروها نیروهای جدی هستن در صحنه. هر چقدر من و شما ممکنه تفسیرمون از این نیروها متفاوت باشه یا بر اساس علاقمون یا دیدگاهمون به نحو دیگری به اینا نگاه بکنیم، ایشون باید با این واقعیت‌ها به هر حال بسازه. خود ظهور این واقعیت‌ها نشون دهنده هستش که امکانات ایشون هم محدود هستش تا حدی. به هر حال به نظر میاد که بعد از سخن ایشون آقای روحانی ناگزیر به یک نوع
نخوام بگم عقب نشینی، ولی شیوه تاکتیکی که در رد سخن ایشون صحبت نکرده ولی با مدل سیاستمداران گفته که ما یه توافقی کردیم و شرایطی رو پذیرفتیم. موضع دولت ایران رو اعلام کرده، میگه موضع دولت ایران این بوده که ما این توافق قبول کردیم و قرارداد بستیم و بعد از شرط بعد از این قرارداد ما نمیتونیم بذاریم. اگر بذاریم ممکنه که اون طرف مقابل هم برگرده و بخواد شرطهای دوباره بذاره. بنابراین در واقع داره یه نوع خیلی آرام و محترمانه میگه ببینید ما امضا کردیم، دست دادیم، تموم شده، این ماجرا تموم شده است، ما این پرونده رو دوباره نمیتونیم باز کنیم. حداقل دولت روحانی نمیتونه دیگه این کار رو باز کنه. ببینید مواردی هست خیلی حساس هستش. الان هفته گذشته اتفاق دیگه کوچیک‌تر بود، اصلا انقدر اهمیت بزرگی نداشت، ولی وقتی که شما میبینید که مثلا در آلمان یک نمایشگاه کتابی باز میشه و فردی از افراد دولتی در که مقام مهمی در دولت هست برمیگرده دوباره راجع به آقای سلمان رشدی موضع میگیره، میگه فرمان امام خمینی و بعد دوباره همچنان برقرار هست، تمام نشریات بین المللی میگن مگر قبلا آقای خاتمی نگفتن که دولت هیچ تصمیمی برای کشتن و قتل این فرد نداره؟ خب وقتی میبینید یک بزرگترین مقام مملکت موضع جدیدی میگیره که اون موضع قبلی رو تکرار میکنه، دولت رو به مخمصه میندازه. این مسائلی هستش که متاسفانه تنوع و تکثر قدرت در ایران این امکانات رو این مشکلات رو در سطح بین المللی به وجود آورده. البته بسیاری از افراد از همین بلبشوی سیاسی و در واقع در هماشفتگی ها نون میخورن یا استفاده میکنن، خیلی به نفعشونه. نیروهای به خصوص اصولگرا و قول معروف انقلابیون، اینا خوششون میاد که ما با نظام بین المللی که از ما میخواد که مطیعانه قواعدی رو رعایت بکنیم، ما نباید با این نظام خودمون رو هماهنگی بدیم، بلکه باید همواره اینا رو بشکنیم و غیر قابل پیش بینی بشیم. به هر حال نیروهای انقلابی کارشون اینه که دیپلماتیک رفتار نکنن. البته بگذاریم از این موضوع، فقط با توجه به سخنی که شما فرمودید من یه نکته اشاره کنم. این است که نشریات غربی هم به مثلا اکونومیست که کارش اقتصاد است میگه که بی تردید ایران از پول اولیه استفاده خواهد کرد برای نجات اقتصادش، ولی فضای سیاسی ایران فضای سیاسی است که با توجه به حرف خامنه‌ای میتونه دب بکنه. حالا اون داخل پرانتز یه چیز مهم آورده، میگه که نیروهایی در ایران از تحریم ها رشد کردن که اون نیروها اصلا علاقمند به توافق نیستن و اونها نفوذشون در قضیه آقای خامنه‌ای یا دیگران بیشتر هست و اونها میخوان که برگرده به دوران تحریم. اونها منافعی دارن که این منافع رو باید حفظ بکنن. آقای روحانی هم اگر من دقیق جمله رو یادم نیست ولی به نحوی گفته بودن برای شما هم سهمی هنوز باقی میماند که منافعتون رو حفظ بکنید. بله، گفتن که جملهش این بود، خیلی ها میترسن که منافعشون از دست بدن، در توافق هم برای شما تصمیم سهمی گرفته شده. سهمی هست. بگذاریم برویم سر موضوع سوریه. پیش از اینکه آغاز کنیم بهروز عزیز این در واقع تصویر رو نشون بدین که آقای دکتر اکبر مهدی در روز چهارشنبه 28 اکتبر ساعت 6:30 پس از نیروز در رستوران دنیز شهر کالور سیتی یک سخنرانی خواهند داشت در مورد بحران سوریه و بیشتر باز خواهند کرد که این باتلاق جنگ چه خواهد کرد، نیروهای منطقه‌ای چه میکنن، نیروهایی که در جنگ نیابتی وارد میشن چگونه، از نظر جهانی منافع جهانی و داخلی چگونه است. دوستانی که علاقمند هستن که سخنرانی رو گوش کنن، من بهشون پیشنهاد میکنم که به جلسه انجمن دموکراسی برن، انجمن جلسه ماهانه‌شون، و اونجا بیشتر به گفت و شنود بپردازن و سخنرانی رو بشنون. خب باز میگردیم به استودیو. ضمن این که گفتار که ما امروز میکنیم در واقع ممکن است که بخشی جا مسئله سوریه که میپردازیم با اون چی که شما خواهیم گفت نزدیک بشه یا فاصله بگیره اینا، ولی به هر حال بحث تلویزیونی هیچ ارتباطی به بحث سخنرانی بخشی از نکاتی رو که اینجا مطرح میکنم بخشی است از مسائلی که اونجا مطرح میکنم. یعنی اینجا بیشتر اونجا قطعا اگر اینجا 8 تا اسلاید شما میبینید اونجا قرار 35 تا اسلاید خواهد بود و مسائل به صورت جزئی تری مورد تحلیل قرار میدیم، ولی خب یه کلیاتی رو اینجا برای شما امروز خواهید. خب اینجا تو برویم
سر این مسئله که سوریه الان با یک مشکل بزرگی در این شرایط روبرو هست، حالا به مسائل داخلی و بین‌المللی که بهش برسیم اشاره خواهیم کرد. خاک سوریه در واقع مثل این شده که نیروهای مختلف در لحظه های مختلف در جاهای مختلف اون به صورت غیر متمرکز، حتی در بخشی جاها به صورت پراکنده هستن، یعنی این گونه نیستن که نزدیک شده باشن ما بگیم خب شمال شرقی رو این گروه داره، جنوب شرق غربی رو اینجا داره اینا، و این حالت تمرکز هست ولی پراکندگی هم در کنارشه. چگونه است این جایگاه نیروهای مختلف در اونجا؟ لطفاً اسلاید اول رو من فقط برای مقایسه و دو تا اسلاید اول، این دو تا اسلاید نشون میده، این دو تا تصویر تصویر هوایی هستش که نیویورک تایمز گرفته بود و من اینو تونستم به نحوی به قول معروف بگیرم و اینجا بذارم برای شما. ببینید این یک محله مشخصی است در سوریه، تصویر بالا تصویر اولیه این هست، این تصویر امروزه، تصویر پایینی، نه خانه ای مونده نه درختی. میبینید که تمام این در واقع این و تصویر بعدی رو هم اگر لطف کنید نشون بدید، نشون میده ببینید دوباره باز اینجا ما با بالا تصویر اولیه ای هستش که قبل از وقایع جنگ داخلی است، تصویر دوم ببینید تمام این امکانات منابع شهر کشور به نابودی کامل کشیده شده. شما امروز با جامعه سر و کار دارید که هیچ سقفی بدون سوراخ و نابودی دیواری ریخته شده نیست و مردم در روی این خرابه ها و مخروبه ها دارن و جمعیتی هم که اینجا بوده دیگه وجود نداره. 250,000 نفر به صورت پناهنده در کشورهای خارج از منطقه اومدن و اصلا به صورت آواره هستن. امروز جمعیتی قریب به نصف جمعیت سوریه اصلا از کشور آواره است، جا به جا شده. نیمی از این نصف جمعیت خودش بیرون از کشور دیگه داره آوارگی میکشه، بقیه شون یا در خود کشور جابجا شدن یا در منطقه همینجور به آوارگی کشیده شدن. بنابراین شما میبینید فاجعه چقدر وسیع هستش. این از بعد فاجعه قضیه است. حالا اگر بخواید دقت بکنید که چگونه کشور تیکه تیکه داره میشه و به چه مرحله رسیده، اگر تصویر بعدی رو نقشه بدید. ببینید قبل از اینکه برم اونجا این مطلب رو بردار بکنم که ما الان اینجا با واقعیاتی سر و کار داریم که منافع و گروه هایی که در سوریه در سوریه الان هستن و در اون منطقه دارن با هم رقابت میکنن. فقط من یک نیروی منطقه‌ای ایران رو دارم اینجا در این تصویر و روسیه و آمریکا رو که به هر حال دو به حساب قدرت فرامنطقه‌ای هستن. ببینید اینجا هر کدوم از اینها، آمریکا علاقمند به این است که اسد رو برداره، آمریکا در این حال گروه‌های مخالف اسد رو حمایت میکنه، روسیه عملا کاری که داره میکنه سعی میکنه، این تفسیری است که بسیار میدن میخواد بساب وجهه بین المللی خودش رو دوباره به دست بیاره و خودش رو در خاورمیانه دوباره به عنوان قدرت برتر بنشونه. از طرف دیگه ایران هم همواره به خاطر اینکه از اسد حمایت کرده بوده همواره روابط خیلی مثبتی با هم داشتن. از طرف دیگه ایران در بودنش در سوریه و در نفوذی که در سوریه داره مقابله میکنه با اسرائیل از یه جهت، از یه طرف دیگه نفوذ خودش رو گسترش میده، از طرف دیگه داره مقابله میکنه با نفوذ عربستان در سوریه و بالاخره مهمتر از هر چیزی رابطش با سوریه در ارتباط نزدیکی با مسئله حزب الله هست که در لبنان هست. اگر این راه سوریه رو از دست بده، این بند نافی رو که حزب الله رو وصل میکنه از نظر جغرافیایی به ایران این قطع میشه. اینها منافع مشخصشونه، ولی اینها اگر نگاه بکنید در اون سلایه‌ای که اینها روی هم میفتن منافع مشترک با هم پیدا میکنن. درسته. اتفاقا آقای دکتر همینجا اگر به استیم رو قضیه چون به منافع مشترک اشاره کردین، امروز من میدیدم تو نیویورک تایمز یک مقاله نوشته در این زمینه که میگه که همیشه بحث برسر این بوده که رو چه چیزایی توافق بکنی و این کنفرانس وین که انجام شد و قرار بعدی دوباره انجام بشه، میگه برای یک چیز توافق کرده، رو اسد فعلا صحبت نکنن، یعنی اون نقطه‌ای که کار ندارن، چون میگه مشخصه پیش از اینکه وارد اونجا بشن میدونستن که اسد رو روسا میخوان نگه دارن و آمریکا میخواد اسد نباشه، به اینجا رسیده بودن. ولی میگه نقاط دیگه ای رسیده بودن، چون به چیزای مشترک شون اشاره بود، یه چیز مشترک رو مطرح کردن که هست، یک
سوریه از هم نپاشد، این اتحاد یا یونیتیش حفظ بشه. دو، داعش و تمام نیروهای تندرو شکست بخورن، عقب نشینی بکنن، هر جوری که بخوایم قضاوت کنیم نابود بشن، هر چی بخوایم بکنیم. و مسئله این است که این مهمه، حکومتی که در سوریه خواهد بود حکومت سکولار باشه، یعنی یک حکومت سکولار. در این سه مورد هم روسیه و هم آمریکا به یک توافق رسیدن و حالا قرار است در وین شماره دو اون بخش اسدش رو با هم دیگه گفتگو، چون ممکن است انتخابات بخوام برگزار کنم، کاری بخوام بکنم. الان شما باز کردین این تقاطع. ایران تو این وسط در حال درسته با این منافع مشترک با هر سه تا پیدا کرده، ولی منافع ایدئولوژیکش بیشتر فرد. من فکر نمی‌کنم این توافق خیلی دوام پیدا بکنه، مثل بسیاری توافق‌های دیگری هم که تا به حال هر بار انجام شده عمل نشده. اصلا دیروز هم که اینا ملاقات کردن در وین نتوانستن به یک توافق جدی برسن. تنها توافقی رو که من فکر می‌کنم به طور جدی میشه مطرح کرد، یکی مسئله توافقی است بین آمریکا و روسیه در رابطه با چگونگی استفاده از فضای سوریه. بله. چون اینجا مسئله برخورد فیزیکی بین اینها دو تا هواپیما رو داشتن، بنابراین اینها قطعا سعی میکنن که در این مورد یک مقدار اطلاعات هم حتی با هم دیگه سهیم بشن، چون براشون واجبه، حیاتی مسئله. درست. چون این هواپیما میتونه به طور اشتباهی همدیگر رو بزنه و بعد خیلی هم خطرناک میشه. در مورد کشورهای دیگه هم زیاد این دو کشور بزرگ در این حال که در نظر دارن که مثلا فضای ترکیه خب علاقه نداشته که از فضای هوایی اوش استفاده بشه، از طرف دیگه ایران این فضا رو امکان رو داده، بلغارستان حتی اجازه نداد به روسیه که پرواز بکنه از اون طریق، مجبور شد داد، به هر حال ایران قبول کرد این کارو کرد. ایران ممکنه با روسیه توافقهایی بکنه و یه بخش‌های عملیاتی هم حتی سهیم باشه، ولی در این حال آمریکا بخشی از عملیاتی رو که با و حمایتی رو که از برنامه‌های عربستان سعودی میکنه نمیتونه با سوریه با روسیه سهیم بشه و هم جهت بشه در اون جهت. به عبارت دیگه این آش یک ملغمه بسیار نامتوازن و ناهماهنگی هست که به ندرت من میتونم تصور بکنم که این امکان هست که به زودی اینها بتونن به توافق برسن. و اتفاقا این که برگشتن امروز از آنچه که درش توافق ندارن شروع کردن خیلی چیز مثبتیه، به خصوص در رابطه با اسد. چون میدونن که اسد رو الان 4 ساله که آمریکا میخواد برداشته بشه، عربستان و گروه‌های کشورهای عربی میخواستن که اسد برداشته بشه و هیچ وقت تو معامله نباشه. امروز روسیه هم قبول کرده، خب ما ایران و روسیه هم یه مقدار عقب نشستن، گفتن خیلی خوب اسد همیشه مجبور نیست اینجا بمونه، خواست مردم، خواست مردم ایران همیشه خواست مردم رو مطرح کرده. روسیه هم گفته در دوره انتقالی اسد باشه تا ما برسیم به اون مرحله انتقالی مطلوبی که موافقت بکنه. خب قاعدتا اون مرحله انتقالی یعنی این که ما از این موضع موجود حرکت بکنیم بیرون به موضعی برسیم که هممون به هر حال دوباره خودمون رو بازسازی کرده باشیم، در یه موقعیت بهتری قرار بگیریم، چون الان این موقعیت که اصلا با هیچ وجه نمیتونن با هم موافقت بکنن و عملا جنگ در حالت جنگی که در سوریه رخ داده، جنگ داخلی و جنگ منطقه‌ای که رخ داده، عملا در یک بنبست قوی گیر کرده، برای همین هم کوکمایر شده، تبدیل به یک نوع باطلاقی شده که اینا گیر کردن توش، هیچ جور نمیتونن تو این چاله دیگه به راحتی بیرون بیان مگر اینکه فرمول جدیدی ریخته بشه. خب اینو که برویم روی این تصویر نقشه‌ای که شما از این تمرکز نیروها اگر داریم می‌خوایم با هم نگاه بکنیم، اسلاید بعدی رو بهروز عزیز اگر بسارن، این مسئله مهم است که در بعد از این اسلاید ببینید اینجا دو جنگ ما داریم، یکی یک جنگی دارید شما بر علیه یه جنگ داخلی در خود سوریه دارید، از طرف دیگه شما یک جنگی با تمام این کشورها حداقل امروز با در این توافق هم دارم صحبتش میکنن بر علیه در واقع داعش دارن. در جنگ با داعش شما ببینید باز نیروها جدا میشن، اگر نگاه بکنید از طرفی عربستان هست، از طرفی آمریکا هست، از طرفی کردها هستن، اینا هر کدومشون باز منافع متفاوتی دارن. کردها منافعشون در مخالفتشون با داعش به گونه‌ای نیستش که ایران هستش، اینا هر دو منافع متفاوتی دارن. کردها در این منطقه به هر حال دنبال این هستن که
استقلال خودشون رو هم به دست بیارن که دیگه دوباره دچار این مشکلات بعدی نشن. از طرف دیگه ترکیه انگیزه های خاص خودشو داره و ترکیه هیچ علاقه هم زیاد نداره که به داعش الان حمله بکنه. عربستان و ترکیه هیچ کدومشون علاقه زیادی ندارن که داعش به اون نحوی که روسیه و ایران میخوان داعش از بین بره بره. از یه طرف دیگه در جنگ داخلی هم که نگاه میکنید ایران و روسیه و حزب الله عملا در یک جهت هستن، از اسد دفاع میکنن. نیروهای مقابلشون کردها هستن، ترک هست، آمریکا هستش، عربستان هست. منافع اینها هم در یک جهت نیست با هم دیگه. از طرف دیگه اگر ما به اسلاید بعد بریم توجه بکنید، ما اینجا موقعیت خیلی خطرناکی داریم و موقعیت خطرناکی هستش که نیروهای متفاوتی در مقابل هم قرار گرفتن و منافعشون کاملا متفاوته. آمریکا و روسیه انگیزه هایی که در این جنگ دارن کاملا متفاوته با انگیزه هایی که و در این حال در مقابل هم قرار داره و هم در مقابل ترک ها و کرد ها. در این مورد هم هر دوی اینها مخالف اسد هستن ولی در این حال برعلیه هم دیگه هم هستن. هم ترکیه هیچ علاقه نداره که کردها موفق بشن و منطقه‌ای رو بتونن برای خودشون به صورت مستقل به دست بیارن، در که کردها میجنگن با اسد و در این حال سعی میکنن با ترکیه بجنگن برای استقلال خودشون. از طرف دیگه شما دارید ایران رو و عربستان رو که طرف یه طرف قضیه هستن، ولی این دوتا دارن عملا به عنوان جنگ رقابتی که در منطقه دارن به هم به صورت نیابتی در سوریه دارن انجام میدن. بنابراین تضاد بین این دو به دوها، حالا شما اینا رو همه رو می‌ریزید توی یک آش بزرگتر دیگه بزرگتری که این ملغمه جنگ داخلی و مسئله داعش رو به وجود آورده. حالا برگردید بریم اسلاید بعدی ببینید چه اتفاقاتی به طور عملی وقتی که اینا حمایت میکنن. الان شما اگر اینجا رو نگاه بکنید، نیروهایی که به سبز خیلی غلیظ هستش اونها تحت جبهه نصرت هست که بر علیه اسد هستش. بعدش قسمت آبی تر هست، نیروهایی هستن که حکومت سوریه است. این اگر شما نگاه کنید نقشه سوریه است و این الان کشور تیکه تیکه شده است. آبی های نسبتا روشنی رو که میبینید این اینجاست که قدرت دولت الان داره خودش رو ظاهر میکنه. جاهایی که جنبه سبز داشت همینطور که عرض کردم جبهه نصرت در شمال غربی هستش. تا قسمت بعدی مخالفین هستن، مخالفین در جبهه سبز پایین هستن، این گوشه طرف جنوب هستش، یه طرف هم در شمال غربی هستش که در بالا قرار گرفته. اینا الان مناطق این کشور رو دارن کنترل میکنن. دوباره میاد پایین تر میبینید حزب الله هستش که درست دور تا دور مرز لبنان عملا اون مناطق رو در کنترل الان داره. بعد نیروی بعد تحت داعش هست که بالا به صورت زرد میبینید و یه مناطق دوباره پایین تر میبینید، لکه های مختلفی رو. این منطقه است که الان اولا در اختیار داعشه. بعد مناطق بین داعش و گروه های دیگر هست به صورت چیز میبینید، خاکستری میبینید که الان در حالت جنگه. بعد منطقه صورتی هستش که این دو منطقه رو هم که الان میبینید که عملا کردها دارن کنترل میکنن و خودگردانی دارن. کشور تیکه تیکه شده است و نیروهای مختلفی، اگر تصویر بعد رو لطف بکنید، اگر نگاه بکنید در اینجا باز دوباره این هم همون حالت رو نشون میده که نیروهای مختلف کجا قرار دارن. اینجا چیزی که مهم هستش پایگاه هاست. اگر نگاه بکنید پایگاه های ائتلاف آمریکا و با کشورهای عربی قرمز هست، از اونجاها دارن حمله میکنن، به خصوص پایگاه هوایی. روسی ده به صورت چیز هست که در لاتکیا هستش و در تاتریوس هست، اگر تاریتوس هستش اسمش. بعد نیروهای چیز انگلیسی هستن که یک منطقه در اولا در منطقه قبرس هستن و اصلا در خود صحنه تئاتر منطقه قرار ندارن. منطقه زرد که گفتم همینطور قاعدتا طرفداران ائتلاف بر علیه اسد هستن. منطقه سبز خط کشیده شده باز منطقه ایست که داعش هست. همینجور باز این رو نشون میده. حالا اگه تصویر بعدی رو لطف بکنید، اینجا نیروهای هستن، مجموع نیروهای هستن که مخالفین اسد هستن. شما نگاه کنید چند گروه هستن. درسته ما اینا رو مثلا به صورت کلی اگر ببینیم مثلا یه چیزی در حدود 5 تا جبهه ما اینا رو ببینیم. یکی جبهه النصره هستش، یکیش جیش الفتح هستش، یکیش داعش هست، یکیش تجمع العظمه هستش و بعد ارتش آزاد سوریه. هر کدوم از اینها
بخش‌های مختلف و گروه‌های پنتون‌های مختلفی رو درست کردن که می‌فرستن اصلا جاهای مختلف کار خودشون رو بکنن، که اگر اون عکس تصویری که دیدید بر به صورت جدول بزرگ تمام اینها یکی که آرماشون رو دیدید، در واقع نشون میده که شما با یک موقعیت بسیار خطرناکی مواجه هستید. چیزی که خطرناکه در رابطه با این تصویر این هستش که این فقط در جبهه جنوب هست، ائتلاف‌هایی است که در جنوب داره الان می‌جنگه. همینطور در بخش‌های مختلف دیگر هم من تصاویری دارم که اینجا نذاشتم، نشون میده اینا کمتر میشن، بیشتر میشن، مختلف میشن. اما اون چه که مهم هست در این تصویر این هست، این نیروها نیروهای خودسری شدن که اگر فردا هم قرار و قرارداد و توافقی بشه کار آسانی نیست جمع کردنشون. درست، یعنی موقعی که به طور مشابهش افغانستان این وارلورد که میگفته اینا اصلا داستان جنگاورانی بودن که خودشون از خودش برداشت. دقیقاً اتفاقی که در افغانستان افتاد، اتفاقی که الان در عراق افتاد، داعش از کجا آمد؟ بله، داعش از اون وارلوردیزم و اون قلدر گروه‌های بسیار خارج از دولت. ما شما ببینید اینجا کاری که در عراق رخ داد و در افغانستان هم رخ داده، نیروهای غیر دولتی به وجود آمدن که استقلال نظامی برای خودشون پیدا کردن، پایگاه اقتصادی برای خودشون درست کردن. خب در افغانستان قبل از اینکه مسئله حتی 11 سپتامبر باشه 11 گروه مختلف داشت می‌جنگید با هم دیگه. بعدن در عراق هنوزم با اینکه گروه‌ها به این تعداد هم نرسیدن، گروه‌های شیعی که خب با دولت همکاری می‌کردن، گروه‌های شیعی بودن که با دولت هم همکاری نمی‌کردن، امروز اتفاقا بعد از جریان به وجود آمدن داعش، اتفاق ناگواری که دوباره داره میفته این هستش که برای اینکه داعش رو سرکوب بکنن و پیشروی نکنه، نیروهای شیعی مستقل به صورت آزاد به وجود اومدن و این خودش برای ارتش عراق مسئله است. از طرف دیگه خب سنی ها برای اینکه وفاداری اصلا هیچ اعتمادی دیگه به دولت شیعی ندارن، دارن یه مقدار بخشی از اونها اومدن سعی کردن اعتماد خودشونو به داعش بذارن، امیدشون رو به داعش گذاشتن، بخش های دیگری هستن که رفتن تو این گروه های مختلف که دارن بر علیه داعش میجنگن. یک جنگلی رو شما به وجود آوردید که اصلا جمع کردنش کار آسانه. امروز باز هفته آینده، شما بیشتر از من میدونین که مجلات آمریکایی همیشه تاریخ هفته آینده شون میخوره به عنوان روز انتشار، ولی بعد دوستان گاهی موقع این رو باید بهش نگاه کرد. مجله نیشن که نیروی چپ نگارشی است در آمریکا، یه میگه که دخالت آمریکا، یعنی ورود آمریکا به این جنگ امروزی که در خاورمیانه مطرحه، جنگ بسیار خطرناکتر از هر زمان دیگری است. دلیلش هم اینگونه میاره، نمیخواد حالا دنبال مقصر نمیخوایم نگاه کنه، البته نویسنده مقاله دنبال مقصر هست اوله در پایان، اشاره میکنه میگه که نگاه کنین به سال 2003 قبل از اینکه به عراق حمله کنه، قبل از اینکه میگه آمریکا به عراق حمله بکنه، لیبی یک نفر 42 سال بود داشت لیبی رو اداره میکرد، این مسائل وجود نداشت، حقوق بشر رعایت نمیشد. بله کاملا درسته، مسائل رو میگه اینا بود. کنارش میگه در مصر حسنی مبارک از 1983 در قدرت بود، میگه همین عراق از 1969 صدام نفر دوم بود، از 1979 هم شد که نفر اول شد. این قدرت ها بود، خانواده اسد هم در سوریه بودن. میگه با تکون دادن یک حرکت منطقه‌ای صدام رو ساقط کردن، یک خلای قدرتی به وجود آوردیم که حالا همه اینا به وجود آمد. میگه حالا امروز شما نمیتوانید مثل 2003 بگیم میخوام بخوایم وارد قضیه بشیم، یا مثل 4 سال پیش بشیم، یا حتی 2011 بشین. نیروی آمریکا از عراق اومده بیرون، کشت هفته، این هفته کشته داد، چون دیگه الان نیرو همون نیرو نیست در اونجا. این مسئله داعش و رشدش رو و این مسئله رو چیکار میشه؟ ببینید نقش این که برگردیم به گذشته بگیم اینا چگونه شروع کردن، هر فردی، هر کلی از هر کلوم این کشورها چگونه شروع کردن و بعد به اینجا رسیدیم، و به هر حال اون شروع کردن ها مسئولیت هایی رو به عهده اونها میذاره، یا به قول معروف اگه میخوای بگی تقصیرشون رو میذاره. از طرف دیگه وقتی اونها شروع کردن، هر چیزی که هر جا شروع شده چیزهای دیگه ای رو با خودش شروع کرده، مقاومت شروع شده، دفاع شروع شده، نیروهای دیگه فکر کردن منافعشون در خطر میفته اومدن، بعد ما رو رسونده به اینجا.
نکته در اینه که در این حرکت هایی که نیروهای مختلف کردن چه انگیزه هایی داشتن و اون انگیزه ها این حرکت ها تا چه حد انگیزه هاشون رو برآورده میکرد. حالا در یه مخمصه بزرگ همشون هم گیر کردن، به منافع جزئی خودشون شاید رسیده باشن ولی به مقصدی که فکر میکردن میتونن برسن نرسیدن، چون هیچ یک از نیروها در منطقه نتوانسته موفق بشه، نه روسیه که اولا در با رفتن از افغانستان کنار کشیده شد، بعد خودش هم که به عنوان به یک کشور بزرگ شوروی از هم پاشید، الان دوباره داره سعی میکنه برگرده تو منطقه و دوباره اقتدار خودش رو تأسیس بکنه. در موقعیتی داره این کارو میکنه که آمریکا دست بسته است. عملا آمریکا در این 10-11 سال گذشته خودش رو در باتلاقی در خاورمیانه گیر انداخته که نمیتونه از توش رها بشه. اصلا تلاش اینه که بیرون بیاد تا اینکه بخواد اونجا بمونه. این هستش که در مشکل آمریکا این هستش که آمریکا میخواد از آقای اوباما میخواست به طور مشخص نیروهای دولتی ارتشی خودش رو، ارتش آمریکا رو از اونجا بیاره بیرون و جنگ رو حداقل در این مرحله و در این حد محدودش بکنه، برای اینکه وضع اقتصادی کشور نابود شده بود، آینده هم در این جنگ برای آمریکا نمیبینه، شکستشون به طور طبیعی همین الان پذیرفته شده است. همین امروز از دهان آقای تونی بلر در برنامه آقای فرج زکریا خودشون حتی عذرخواهی کرد که ما رفتیم اونجا این کارو کردیم، خودش پذیرفت که اشتباهش، البته سعی میکنه دفاع بکنه بگه بر فلان و غیره، ولی آقای عرض کنم که دونالد ترامپ رو هم باش همین امروز مصاحبه کردن، برگشت گفتش که آقا جان ما اگه صدامو نگردشته بودیم و قذافی رو نگردشته بودیم اقلا با این بلبشویی که امروز هست مواجه نیستیم. وقتی بهش گفتن آقا حقوق بشر پس چی میشه این حرفاشه، گفت یعنی چی بگی مثلا حقوق بشر الان که خیلی بدتر داره اجرا میشه، خب چه فرقی نمیکنه، حداقل اون موقع نظمی بود، ما ببینیم با کی طرفیم، الان رفتیم خودمون رو گیر انداختیم. اوباما اتفاقا این رو درک میکنه که در سوریه از ابتدا هم با علاقه اولیه حرکت نکرد. در سوریه اتفاقی که افتاد و این گرفتاری آمریکاست، آمریکا در این حال که نمیخواد از منطقه خارج بشه، نه در منافع خودش هست نه شرکای منطقه‌ایش اجازه میدن که آمریکا از منطقه خارج بشه، بدون اون اصلا فرمول منطقه و نه تنها اون فرمول قدرت آمریکا در سطح جهان و تحرکات و عملیاتش متفاوت خواهد شد با توجه به اینکه حجم عظیمی از نفت در اون منطقه هستش. آمریکا گرفتار سه چیزه، یکی خب منافع خودش هست، از طرف دیگه منافع دو گروه رو باید در نظر بگیره و این دو گروه عملا آمریکا رو به گروگان خودشون در این مسائل گرفتن، اسرائیل و عربستان، اسرائیل و عربستان و شرکا کشورهای شیخ نشین های خلیج فارس. اینها سعی میکنن با آمریکا محدود بکنن دست و پای آمریکا رو و عملا مثلا عربستان سعودی میخواد که با آمریکا بر علیه داعش همکاری بکنه ولی خودش عملا نیرویی که داره داعش رو آفریده و بهش توانایی مالی میده، امکانات میده. جنگ سوریه هم که شروع شد، خب البته جنگ سوریه ابتدا شروع شد جنگ داخلی بود، ابتدا هم الان مخالفین بر اساس بهار عربی اومدن روی کار، خب اسد اشتباه کرد با اینا برخورد کرد که حالا سردار همدانی هم اعتراف میکنه که اسد اول اشتباه کرد، نمیباید انقدر تون مثلا میرفت با مخالفینش، ولی فرصت آفرید برای عربستان سعودی که نیروهای سنی رو و اتفاقاتی که در عراق افتاده بود عربستان رو نسبت به نفوذ ایران در منطقه و رشد شیعه ها و حمایتی که ایران از شیعه ها در اطراف داره میکنه از کشورهای مختلف، خب نگران کرد. حزب الله رو این در لبنان به وجود آورده، بعد در بحرین داره تحریکاتی از نظر عربستان داره انجام میده، عراق رو عملا داره سیاستش رو کنترل میکنه، بعد حالا اخیرا هم مسئله یمن هم بهش اضافه شده. پس این نشون میده که این چیزی که آقای ولایتی همین امروز صبح صحبتش رو کرده بودن، گفتم ما نفوذمون 5 تا 6 تا کشور رو اسم میبره، میگه اینا کشورهای انقلابی هستن. یعنی این رو در ذهنیت عربی سنی داره زنده میکنه که این کشورها کشورهایی هستن که در مقابل ما قرار گرفتن و میخوان به حساب سنی ها رو از قدرت برکنار کنن و شیعه ها رو به قدرت برسونن. خب در مقابل این عربستان تحریک میشه که کار خودش رو بر علیه ایران شروع بکنه و کجای این فکر میکنه که جایی که خیلی ایران میتونه به ایران به ضربه بزنه در سوریه است و وادار میکنه آمریکا رو هم که پاشو بکشه تو مرکه. ولی آمریکا خوشبختانه نیرو نذاشت، از ابتدا مخالف بود
آقای مکین و امثاله هم به خصوص نیوکان ها و عرض کنم جمهوری خواهان خیلی علاقه مندن پای با بذارن، ولی اوباما میدونه که این اصلا شدنی نیست، میدونه هم که اصلا نمیتونه پسش بر بیاد. رفتن عراق نتونستن، رفتن افغانستان نتونستن، و این با توجه به مشکلاتی که خود آمریکا از اقتصادی داره از داخلی داره، رفتن این کار اصلا خود از آمریکا کشونه به چاله است. برگردیم رو مسئله، چون شما این تصویری که از این 6 نفر نشون دادین یا 6 تا صاحب منفعت در سوریه نشون دادی خیلی جالب است. بریم از آخری، اتفاقا ایران و عربستان، چون با عربستان رو دارین الان بهش نگاه میکنین. ایران دو تا اونجا مسئله مهم رو داره، یکی مسئله گسترش نگاه انقلابیش رو داره و یکی اصلا نگذاره حزب الله سقوط کنه در نزدیکی سوریه، یعنی سوریه و لبنان با هم هم مرزن. اگر اینا بتونن نفوذشون رو در سوریه گسترش بدن، حزب الله رو بالا نگردشن، ولی اگه نتونن حزب الله رو ثابت کنن. آقای شیخ حسن نصرالله همین روز دو روز گذشته بود در گرده همایی تاسوعا گفتن که ما چون ولایت فقیه، از ولایت فقیه و انقلابش داریم پیروی میکنیم، بردگی آمریکا رو میکنیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. عربستان الان این وسط خب گرچه اعلام میکنه با داعش نیست، ولی خب شما فرمودیم کمک میکنه نیرو میکنه، ولی عربستان خودش با ایران یه نوع درگیری، یعنی دوست داره در این چالش قدرت شرکت کنه. چالش قدرت به خاطر همون نفوذ گسترش، اولا اینکه جمهوری اسلامی وقتی به وجود اومد بر علیه کشورهای عربی که پادشاهی بودن صحبت از صدور انقلاب میکرد. حالا اون زبان الان تخفیف داده شد از زمان خاتمی به این ور، این رو مثلا کوتاهش کردن، فتیلش کشیدن پایین، ولی دیگه راجع به اونم نمیکنن و موفق هم نشدن به اون مفهوم. ولی واقعیت این هستش که عربستان سعودی نمیتونه تحمل بکنه که عراق کاملا به عنوان یک کشور امروز شیعی در آمده و بعد از طرف دیگه شیعیان در لبنان که قبلا عربستان سعودی نفوذ بسیار زیادی داشت، امروز به عنوان یک نموهره اصلی شدن و سیاست اونجا رو باید هر بار سهیم بشه. قدرت الان در لبنان سهیم شده است و شیعیان عملا قدرت اتفاقا نظامی برتری هم دارن، به طوری که حتی مسیحیان هم با اونها ائتلاف میکنن. بنابراین اینها خطر ابعاد خاص مشخصی که عربستان رو تحریک میکنه. سوریه هم برای اینها، برای عربستان هم معتقد اگه ما بتونیم دست ایران رو از سوریه کوتاه بکنیم، ما میتونیم وقت حزب الله رو تضعیف بکنیم. در این کار هم با اسرائیل هم سفره میشه. اسرائیل هم دقیقاً خیلی علاقمنده که اسد ضعیف بشه. البته من خودم همواره معتقد بودم اسرائیل علاقمند به حذف اسد نیست. یک اسد ضعیف تیکه شده یا کوچولو شده در یک گوشه رو بعدش نمیاد داشته باشه، چون به هر حال اسد در مقابل این افرادی مثل داعش و غیر و زالک خودش میتونه به هر حال یه نیروی بازدارنده ای برای اونها باشه، چون این هم میتونه خودش بعدها همین داعش هم، حالا درسته الان زیاد ما نمی‌بینیم مخالفتی با اسرائیل بکنه، اسرائیل مخالفتی کاری به اون نداره. بله، هم شواهدی هم هستش که مثلا افرادی که زخمی میشن میان در بیمارستان اسرائیل میرن، ولی ما اینا رو قبلا هم دیدیم. اسامه بن لادن قبلا هم برای CIA کار میکرد، بعدا بر علیهش بلند شد. یعنی بعید نیستش که اگر داعش پایگاهش قوی بکنه یه روزی، من شکی ندارم با این نوع ذهنیت اصولگرایانه ای که پیش میره، خیلی قابل تصور نیست یه روزی هم در مقابل اسرائیل وایسه. این چیزی نیستش که بشه واقعا انکارش کرد. به هر حال اینها منافعشون اگر گسترش پیدا بکنه، اگر بتونه دولتش رو مستقر بکنه، دولتی که شناخته شده نیستش، هنوز پایگاهی نداره. ولی این سوال برای شما باید همیشه بمونه در این گوشه نظریه را که دارم مطرحش میکنم، که چگونه است شما یک کشوری با قدرت و عظمت ایران رو در منطقه یک قدرت منطقه‌ای بزرگ رو با تمام امکانات تکنولوژیک، منابع نیروهای اجتماعی و اقتصادی و غیر و ذالک رو میتونی به تحریم بکشی و گلوش رو بفشاری، ولی یک گروه وحشی که در یک منطقه‌ای که اصلا پایگاه هم ندارن، ارتباطات هم ندارن، چگونه است که اینا میتونن یک سال خورده‌ای رو پای خودشون باشن و در اقتصاد بین المللی دارن پول میارن و امکانات خودشون رو میگردونن؟ من به شما یه پاسخ میدم. این سوال رو دیگه شما پاسخ نه من اینو سوال من اینو به سوال به یه پرسش دیگه پاسخ میدم. من میگم اتفاقا درست نظر شما، اینم شبیه این چیزی است که ما در ایران داریم. حکومت ایران، سپاه پاسداران توانستن تمام سازمان‌های سیاسی ایران رو زندان و سرکوب و نابود بگن، قوی‌ترین نیروهای چریکی رو ببینن. ایران شده محل پر مسئله اعتیاد، ولی یکی از این کسانی رو که در این نقل و مکان مواد مخدر اصلی ها هست، مهرهای خیابونی رو میگیرن، ولی مسئله اعتیاد رو نتونستن جلوش بگیرن، برای اینکه همونطور که اینا این بر نمیتونن اونا رو
نمیخوان یا نمیتونن، اونها هم به یه نوعی یه چیزی رو نمیخوان یا نمیتونن. اون چه که شما پاسخ دارید در مورد نیروهای داخلی کشوره، همین کار رو الان داعش داره در منطقه میکنه. من هر روز صبح که بلند میشم اخبار ناگوار رو از منطقه های داعش میخونم، پیش خودم میگم اون مردم چرا مثلا مقاومت نمیتونن. نه من بحث مردم نیست، نکته من این هست نه که اونجا داعش توانسته، چون که شما میگی سپاه یا چه میدونم هر گروه دیگر دولت ایران مثلا توانسته، یا هر گروه دیگری که میخواد، یه جا میخواد یه جا نمیخواد. نکته در این هستش که ترکیه‌ای که به هر حال در این جریان هستش، کشورهای دیگری که در منطقه هستن، اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی، چگونه است و خود آمریکا که به هر حال با همه اینا ارتباطات بین المللی، چگونه است که این امکان رو از نظر بین المللی برای فروش نفت این منطقه به داعش داره میده، ولی در این حال ایران رو پولش و پول نفتش رو میذاره تو حسابا، نمیذاره تا ایران دست برداره از اون پول برداره. من این سوال شاید خیلی ابتدایی باشه، ولی مثل یه شاگرد ابتدایی که نمیفهمه این مسئله رو، هنوز تو ذهنیت خودم هست و این نشون میده که چقدر مسئله پیچیده است. درسته. کشورهایی که امروز بر علیه اسد وایسادن منافع متفاوتی با هم دارن، فقط بر علیه اسد بودنشون با هم به اشتراک دارن. درسته. کشورهایی هم که از اسد دفاع میکنن هم منافع متفاوتی با هم دارن. منافع ایران و روسیه یکی نیست در این بازی. روسیه فکر پایگاه‌های خودش هست، ایران فکر حزب الله هستش، عمق استراتژیک خودش داره بهش میاندیشه و مسائل خاصی. یعنی البته دکتر من حتما بهش اشاره بکنم، مسئله ایران وقتی میگیم حکومت ایران، منافع مردم ایران و از منافع حکومت ایران جداست. یعنی الان شما به مردم ایران بیان بگین رأی بدین، نمیخوان در سوریه باشن، نمیخوان با حزب الله کمک کنن، هیچ کدوم از ایران نمیخوان، خود در آرامش خوش بود. این حکومتی که برای صدور انقلابش و پراکنده کردن قدرت شیعی در منطقه و در برابر عربستان میخواد قدرت یکه منطقه رو به این ترتیب هزینه میکنه، منافع مردم رو هزینه میکنه برای منافع حکومت خود. کاملا حرفتون درسته، ولی این مسئله تحقیقی و عملی رو به عنوان یک فردی که داره تحلیل میکنه مسئله رو برای ما به وجود میاره. من عرض کردم قبل از برنامه، ما مسئله این هستش که به هر حال اگر اتفاقی امروز برای کشور بیفته، بین عربستان و ایران بیفته، اگر جنگی بشه که من فکر میکنم جنگ بشه، ولی به هر حال این دوتا دارن با هم رقابت میکنن و این رقابت هم داره تضادها و نقطه های تلاقی خطرناکی به انواع مختلف داره به وجود میاره. کار به تنش های جدی رسیده، مثلا منا که همیشه مثلا قبلا هم هر سال یه حجاج میمردن، ولی امسال مسئله امنیتی شده، مسئله سیاسی شده. ایران هنوز مدعی هستش تعداد زیادی از یا 16 تا یا 18 تا از رؤسای نظام یا مقامات سیاسی نظام که اصلا اینا به ما نمیگن کشته شدن یا زندن، کجا اینا رو گرفتن پس زنده نگه داشتن. بعد عربستان حداقل اونجوری که برای حرف میزنن، نه عربستان اصلا میگه که اینا به چگونه اومده، اگه اینا سیاسی بودن چرا با گذرنامه عادی اومده بودن. یعنی به عبارت دیگه بر له و علیه هم دیگه دارن هی شعار میدن، به کار به جاهای باریک رسیده. خب این اگه یه روزی به تضاد بدی برسه و خدای نکرده به جنگ و اتفاقی بیفته، دیگه فرق نمیکنه مردم ایران موافق این رابطه بودن یا نبودن، کشور گرفتار میشه. یعنی جنگی که ایران آمریکا بلند شد رفت عراق، درست 10 سال این کشور داره هزینهشو میپردازه. مردم آمریکا روزی که آقای بوش رفت تو عراق، 50% مردم اینجا، قریبه به 50% مردم مخالف رفتن هست. درست. بنابراین کشورها رو باید در واقعیت موجودشون هم تحلیل کرد. شما میتونید برگردید بگی کی چکار کرد، چکاری رو درس بگیرید که برای آینده این شرایط دیگه به وجود نیاد. ولی واقعیت موجود بین الملل اینه که شما با کشورهای موجود، با حکومت‌های موجودشون سر کار دارید. الان اگر یه روزی حمله نظامی به ایران بشه، همین دولت باید از مملکت دفاع بکنه. ارتش مستقلی اپوزیسیون یا مخالفین یا مردم ندارن که بتونن، که تمام این نیروها هست، مگر اینکه ما یه انقلابی در درون جنگ بکنیم که اون هم اصلا بعیده. هیچ کشوری رو شما ندیدید وقتی دچار حمله میشه در درونش انقلاب مثلا چیزی، مگر اینکه بپاشه کشور. و اتفاقا خطری که الان، حالا برگردم به سوریه، درسته. خطری که الان سوریه رو داره تهدید میکنه و اگر که چند تا اتفاق رخ نده، به نظر من خیلی مسئله جدی هستش، خطر تجزیه کامل سوریه و عراق هستش و از میون این دوتا کشور چند تا کشور دیگه بیرون میاد. کردها آماده این مسئله هستن، یک واقعیتی است. درسته. کردها ما آمادن، همین الان هم که اگر با داعش میجنگن هم منطقه رو که میگیرن خیلی علاقه من نیستن که پسش بدن به دولت عراق یا پسش بدن به سوریه.
آخرین تیکه رو که همین سه روز پیشتر آزاد کردن یک منطقه خودگردان خودشون اعلام کرد. بنابراین اونها به خاطر تظلم تاریخی که گرفتن علاقمندن که به هر حال یه استقلال خاص خودشون رو به وجود بیارن. ترکیه میخواد اونجا اصلا یه منطقه خاصی در حاشیه مرز خودش به وجود بیاره. از طرف دیگه عربستان میخواد حکومت بعدی که به جای سوریه میشینه حکومت سنی باشه. اگر نتونن، عربستان همینقدر تا الان 60% 70% اونچه که میخواسته از طریق داعش به دست آورده. یک دولت سنی اونجا الان داره تأسیس شده و اگر بنا بشه تیکه بشه، خب این نیرو هم که به این راحتی که از بین نخواد. خیلی که با توجه به این سخن شما، این که بحثی که همیشه هست، حالا من نمیدونم بهروز عزیز به ما نشون بده چند دقیقه دیگه وقت داریم، همیشه بحثش هست که این کشورهای عراق و سوریه چند قسمت خواهند شد. ولی این بحثی که الان نمیخوام بگم، توافق هم نکردم، واقعیت این که الان بحث توافق نیست، ولی به نکته نظر تفاهم نظری رسیدن که سوریه و نباید از هم بپاشه، باید حفظ بشه. خب وقتی دوتا قدرت بزرگ، مثل ما دو دقیقه بیشتر نداریم، من پس وقتی دوتا قدرت بزرگ میخوان که این از هم نپاشه، چه چیزی باعث خواهد شد؟ من معتقد هستم که راه حل در سوریه راه حل نظامی نخواهد بود. در انتها راه حلی باید سیاسی باشه، چون نیروهای نظامی هر کدومشون اینقدر قدرت داشتن که تا امروز اینجا رو به اینجا کشیدن، اینقدر هم قدرت ندارن که بازی رو ببرن یک کدومشون و ماجرا رو تمام بکنن. یک دو مسئله این استش که اگر بخواد این راه حل سیاسی اجرا بشه و به وجود بیاد، باید نیروهای مختلف باید توانایی اینو داشته باشن که تا آخر قراردادی که میخوان برسن نیروی خودشون اینقدر حفظ بکنن که سر میز قرارداد بشوننشون، وگرنه میتونن حذف بشن. از طرف دیگه باید نیروها وقتی هم به میز مذاکره رسوندن، اگه تونستن خودشونو برسونن، حالا چه هر گروهی، چه ارتش آزاد از سوریه است، چه داعش باشه، اینها اهل مصالحه باشن. یعنی در ازای چیزی رو که میخوان به دست بیارن، باید یه چیزی رو هم باید از دست بدن. این هم باید نه فقط کش در درون کشور یعنی ملی باشه، یعنی نیروهای داخلی سوریه و داره نیروهای داخلی عراق، بلکه باید منطقه‌ای باشه، یعنی ایران، عربستان سعودی، برای اینکه اینا میتونن دوباره بازی رو به هم بریزن و بعدها بین‌المللی بین روسیه و آمریکا باشه. اگر این سه چهار چیز انجام بشه، من فکر میکنم احتمال امید هست که این راه حل بیان به این مرحله سی راه حل سیاسی برسیم. اگر نرسیم، در ناگهان راه حل آخر، به قول اون راه حل هیتلری، راه حل تیکه تیکه شدن کشورها خواهد بود. امیدوارم که به اونجا نرسه، چون فقط به سوریه نخواهد بود، به حاشیه‌اش خواهد آمد. و این سیلی که منطقه بشه، اصلا منطقه فرمول روابط و ضوابط منطقه کاملا عوض میشه. هیچ یک از این کشورهایی هم که در این جریان دخالت داشتن یا درگیر بودن، چه بخواستن چه نمیخواستن، آینده خیلی بهتری روزوان از اون چی که دارن نخواهند دید. سپاسگزارم آقای دکتر، بحث بسیار جامعی رو فرمودین در خدمت شما. خیلی متشکرم. به امید گفتگو در برنامه‌های آینده. خب بینندگان گرامی، بحث سوریه بحث بسیار طولانی است و هر چقدر پیش می‌ریم فقط می‌بینیم که دوباره در اول خط هستیم و جایی نمیشه بیشتر از اون نگاه کرد. به امید صلح برای مردم جهان، آزادی برای مردم ایران، روز روزگارتون خوش.